تراسی بالا نمو شما رسای الهد یعقوب در ادامه قوانین متانات و اویانی هدیه دادن به افراد نیازمند در روز پوریم، حتی ساعت نیازمندی که خودش صداقا میگیره، خیابه که به دو نفر فرد نیازمند دیگه کمک بکنه و فرد نیازمندی که حالا پولی رو گرفت از رفیقش، از یک کسی بهش کمک کرد و اومدم اون پوله رو داد به فرد نیازمند دیگه، به این وسیله اجرا کرده میسوه متانه لعویانی و همون فرد نیازمند دومی هم که پوله رو گرفته میتونه همین پولی رو که گرفته یه نیازمند دیگه بده یا برگرده به خود همون نفر اول عنوان متانه بده و به این شکل از ید خوبای متانه لعویانی حالا نسبی یک نفرش خارج شده باشه. کسایی که مسئول صندوق صداقا هستن مجاز نیستن که پولایی رو که به عنوان متان و لاویونیم در روز پوریم داده میشه با سایر پولای صداقا قاطی بکنن. متان و لاویونیم رو باید همون روز در صورت امکان به دست افراد نیازمند رسون. حالا پول صداقا ممکنه بمونه در روز دیگه، 20 روز دیگه، یه ماه دیگه از اینه بشه. اگر آنی در دسترس است همون روز پوریم و به دست فرد نیازمند رسون. در جایی که افراد نیازمند در دسترس نیستن، خداشو همه وضع مالیش خوبه، میتونه اون پوله رو جدا بکنه، کنار بگذاره نزد خودش و حالا در جای دیگه وقتی که فرد نیازمندی پیدا شد اونو بهش بده. میسوای متان و لاویونیم در روز پوریم هست و نه در شب، و همین خاطر حالا در روز پوریم بعد از اینکه مگیلا خونده شد حالا میسوای متان و لاویونیم رو اجرا بکنه و دو نفر نیازمند کمک بکنه. پولی که به عنوان هدیه برای افراد نیازمند میده در روز پوریم نمیتونه اون رو از پول معسرش برداره که اون مثلا ماهانه از درآمدش ده یک جدا میکنه، با وجود که اون ده یک هم از این نمیشه برای نیازمندان یا برای تلموتورا، اما این متان لاویونیم رو از اون پول مجاز نیست برداره که هر موردی که وظیفه است به عهده انسان هزینه نمیکنه مگر از پول معمولی خودش و فقط اگر به وضو در هنگامی که داشته قبول میکرده که حالا ده یک جدا بکنه شرط گذاشته که از این پولی هم که به عنوان ده یک جدا میکنه برای افراد حتی برای مثلا متان لاویونی در روز پوری مزیقه بکنه به نادر و حالا از نظر مالی در مزیقه هست، مجازه که این متان لاویونی رو از پول معسر به افراد نیازمند بده. اما موقعی که فرد متان لاویونی رو قبلا اجرا کرده به دو نفر فرد نیازمند از پول شخصی خودش کمک کرده، حالا میخواد به نیازمندهای دیگه هم کمک بکنه چون دیگه وظیفه‌شو انجام داده بوده، حالا میتونه از پول معسری که ماهانه جدا میکنه به تعداد افراد نیازمند خیلی بیشتری کمک بکنه. یا اگر میخواد به همون میزانی که حالا جدا کرده کمک برای دو نفر نیازمند میخواد از پول معسرش به اون اضافه کنه که مبلغ قابل توجه تری باشه، باز به این صورت مجازه. کسی که نذر کرده که روزانه شده بروتو مثلا دو تا سکه به صداقا کمک بکنه، به افراد نیازمند کمک بکنه و الان از نظر اقتصادی در شرایط سختی به سر میبره، مجازه که همون دو سکه که نذر کرده بوده رو به عنوان متان و لاویونیم به افراد نیازمند بده و به این شکل میسوال انجام داده و پاتور شده. اما حالتی که فردی به یک فرد نیازمند پول قرض داده بوده از قبل، به صرف این که بگه که آقا اون بدهی که تو پیش من داری من میبخشم، از یاد خواهی متان و لاویونیم در نیومده، چون که متان باید نقد باشه که فرد نیازمند بتونه هزینه‌اش بکنه. درسته که با این بخشیدن فرد نیازمند خوشحال میشه، اما کسی که قرض گرفته، قرض نگرفته که بذاره توی کمد نگاش کنه، عروس که قرض گرفته خرج بکنه،
الان نقد به صورت معمول وجود نداره، به همین خاطر قابل قبول نیست. اما اگه فرد نیازمنده پول قرض گرفته رو آورده که پس بده، الان نقد تو دستش موجوده و کسی که قرض داده بود گفت که تو قرضتو آوردی به ما رسیده، من همین رو به خود تو میبخشم به عنوان متان لویانی، حالا قبول قبوله. چون اگه پول نقد اینجاست و اون فرد نیازمند همین روز پوری میتونه برای نیازهای خودش و افراد خانواده‌اش هزینه بکنه. اما اینکه به کیفی که حالا بهش بخشیده پول در دسترس نیست، اینها برای متان لویانی قابل قبول نیست. همینطور کسی که چک میده به فرد نیازمند که برای به عنوان متان لویانی از ید خوبا خارج شده، حتی اگه الان زمانی است که دیگه مثلا دو بعد از ظهر بانک بسته است و فرد نیازمنده نمیتونه چک و نقد بکنه، اما چون امکان پذیر است که الان به فرد آشنایی کسی دیگه چک رو بده یا مغازه‌دار آشنایی از چک رو بده به اون جنس بگیره، باز شبیه پول نقد حساب میشه و به این شکل فردی که چک داده انجام وظیفه کرده. کسی که پولای متان لویانی رو به مسئول صداقا میده که مسئول صداقا گفتیم اگه افراد نیازمند در دسترسه همون روز بین انیم تقسیم میکنه یا به حسابشون میریزه، به این شکل از ید خوبای متان لویانی خارج شده. با وجود که آنیه نمیدونه این پوله رو کی داده یا مهم نیست، مهم این است که اون پوله رو به نیت متانا برای آنیه بوده و همون روز به دست آنی رسیده و فردی که حالا پول دست اون گواهی صداقا داده انجام وظیفه کرده. و نکته آخر، متان لویانی که به فرد نیازمند داده میشه در پوریم، حالا ما پولی رو به عنوان متانا به فرد نیازمند دادیم، در مورد حالا بعدا میخونیم هدایایی که آدم به دوستش میده حتما باید ماده خوراکی باشه. اینجا ما پول میدیم که آنیه با انتخاب خودش از چی میخواد بخره، حتی اگه فرد آنی رفت با همون پولی که بهش داده شده لباسی، کفش، یعنی مواد غیر خوراکی برای خودش یا افراد خانواده‌اش خرید، چون که طبق تشخیصش اون برایش ضروری تر بوده وسیله خرید برای خودش، فرد نیازمنده مجازه که حتی با این کتاب بخره، وسیله خونه بخره، از که مورد نیازش هست و ضرورتاً اینگونه نیست که فرد نیازمندی که حالا متان لویانی گرفته اونو به عنوان مواد خوراکی خریداری بکنه و استفاده بکنه. میتونه هر نیازی که خودش احساس میکنه که برای خودش و افراد خانواده ضرورت هست با همون خرید بکنه و کسی که این هدیه هم داده انجام وظیفه کرده. این برخلاف میشلو امانوت هست، هدیه که آدم برای دوستش میفرسته که اونجا حتما باید به صورت مواد خوراکی یا نوشیدنی قابل استفاده باشه که امروز روز پوریم بود من بخش از سودای پوریم بتونه که از اون استفاده بکنه و در مورد متان لویانی میگونه نیست.